نه کسی مسلمان است، نه کسی هندو، نه کسی مسیحی است، بلکه همه ما انسان هستیم. با کدام راه و روش برویم تا کامیابی و سعادت را دریابیم؟ کدام راه بر حق است؟ گورو نانک چه خوب فرمود و پیام گورو نانک برای بشریت، برای مردم گفت که در کدام راه برویم راه سعادت است. گفت که ما باید بر راه برویم که راه خدا، راه الهی باشد. و فرمود که خدا نه هندو است نه مسلمان، پس باید بر راه برویم که راه خدا باشد. و فرمود که در راهی که من می روم آن راه الهی است. گورو نانک گرچه در خانواده هندو متولد شده، اما ارادت خاصی به سلسله چیشی داشت و در بغداد، در هراق، در نزد حضرت مراد، یکی از خلفای بهلول دانا بود، در سلسله چیشتیه دست بیعت کرد و مرید آن پیر و مرشد و ولی خدا شد و سالها در آنجا ریاضت کرد. وقتی که مرشد آن وفات نمود، برای مرشد خود مزار ساخت و جایی که مزار مرشد آن بود یک چیز هم نوشت. و خلاصه گورو نانک 40 روز در جوار مزار خواجه محین الدین چیشی در اجمیر شریف هندوستان، کسی که انسانیت و محبت را در هندوستان گسترش داد، که امروزه میلیون ها نفر زاهرین دارد از هندو و مسلمان از تمام ادیان، سلسله چیشی در هندوستان نفوذ خاصی در بین مسلمان ها و هندوها دارد. و گورو نانک ارادت خاصی به بابا فرید مسعود گنج شکر داشت و گورو نانک زبان فارسی، عربی را نیز و زبان ترکی را نیز آموخته بود. گورو نانک یک مذهب خاصی را ساخت که از آیین هندو و مسلمان هست. وقتی که گورو نانک وفات کرد، تمام مسلمان ها و هندوها دعوا نمودند که گورو نانک از ماست، و مسلمان ها می گفتند که گورو نانک در مسجد نماز خوانده هست، و هندوها می گفتند که نه، این از ماست، این هندو بوده. خلاصه مسلمان ها می گفتند که همیشه دو خادم آن مسلمان بوده و از مذهب هندو دوری نموده است. و دعوا شروع شد. اما وقتی که دعوا شروع شد، یکی گفت که در طرف راست و چپ گل بگذارید و اگر گلهای مسلمان ها پژمرده شد، آن جسم آن را به هندوها بدهید. اگر گلهای هندوها پژمرده شد، گورو نانک متعلق به مسلمان هاست. و وقتی که این چنین شد و گلها را گذاشتند و بعد از چند ساعت جسم آن غایب شد، نه از مسلمان ها شد و نه از هندوها، و جنگ مسلمان ها و هندوها در اینجا تمام شد. گورو نانک پیامش این بود که پیام انسانیت، و می فرمود که مالک همه، پروردگار همه یکی هست. و گورو نانک می گفت که خدا را نه جسم است و نه خدا از سنگ ساخته شده است و نه خدا خوابیده است، و خدا می گفت که خدا در همه جا هست، خدا در دلهای شماست، در دل شماست، در هر جا خداوند وجود دارد. و پیامش پیام عشق و محبت و پیام انسانیت بود برای تمام بشریت، تا همه مذاهب یکی شوند و دست محبت بدهند، تا جهان عشق و محبت داشته باشیم. شما را دوست دارم، در پناه خدا باشید. این بود در مورد بابا نانک. و انشاءالله ویدیوهای بیشتری از سرزمین هندوستان خواهیم ساخت. از حمایت شما سپاسگزارم. شما را دوست دارم. در پناه خدا باشید و ویدیو را لایک کنید و یوتیوب چنل را نیز سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بیشتر ما همیشه با خبر شوید. من تو شدم، تو من شدی، تا کس نگوید پس از این من دیگرم، تو دیگری. زمین سی آسما، زمین سی آسما، تک آسما سی لامکان، تک خدا جانی هماره عشق دنیا، کها سی ہے کها تک ہے. چشتیا بر 5 روز عمر دل بستن خطاست، عبرتی باید گرفت از چهره خندان گل. چشیا برخیز و مار سرکشی را کور کن، زهر عصیان بر تنت افزون شود اندر سحر.
بوی گل از گلستان بیرون شود اندر سحر، بلبلان را دیده ها پرخون شود اندر سحر، اندلیب از عشق گل هر دم نوایی می زند، از شراب شوق او مجنون شود اندر سحر. این مصرعی بود از غزلیات من. در پناه خدا باشید. اگر می خواهید که همیشه از همه مصیبت ها در امان باشید، اگر می خواهید که هر دعای شما قبول شود، هر حاجت شما بر آورده شود، تمام مشکلات شما دور شود، یک بار از انگشتر ما استفاده کنید و برای به دست آوردن انگشتر ما می توانید به شماره واتساپ که اینجا نوشته هم تماس بگیرید و آن انگشتر را به دست بیارید تا که زندگی شما عوض شود، تمام مشکلات شما دور شود و هر حاجتی که در دل دارید بر آورده شود و هر خواهش و هر دعایی که دارید. آر یوتیوب کو بی لایک کرے، آر یوتیوب کو بی سابسکرایب کرے تا که نیو ویدیو آپ کو پہنچ سکے.